یک کشور رو تصور کنید که برای هزاران سال محل عبور تمدن‌های مختلف بوده. کشوری با تنوع فرهنگی و مذهبی، جلوه‌های پربار موسیقی و آشپزی و تاریخی باشکوه. این کشور نه تنها محل تلاقی مسیحیت با اسلام، بلکه دروازه ایست که جهان عرب رو به اروپا متصل می‌کنه. کشوری که دائما در حال تنش و درگیری بوده و مردمش با مشکلات اقتصادی بسیاری دست به گریبان هستند. علی‌رغم کوچک بودنش، تنها امیدش هم صنعت گردشگریه. کشوری که در اونجا سرگرمی تمومی نداره. مردمش آزاد بوده و محدودیتی ندارن. این کشور لبنانه. کشوری که به هنگام سفر به اونجا طعم خوشش تا مدت‌ها با آدم میمونه و به دلیل نزدیکی فرهنگی که حداقل با بخشی از مردمش داریم، خیلی وقت‌ها حس بودن در یک کشور غریبه به آدم دست نمیده. این کشور کوچیک تنها 10452 کیلومتر مربع مساحت داره که اگر بخوایم مقایسه کنیم، کشوری است در حد و اندازه استان قم. غرب این کشور 5.5 میلیون نفری توسط دریای مدیترانه احاطه شده. همسایه شمالی و شرقیش کشور سوریه است و از سمت جنوب نیز با اسرائیل همسایه است. لازم ذکر کنم که لبنان و اسرائیل با هم رابطه ندارند. اگر در پاسپورتتون مهر اسرائیل خورده باشه، ورودتون به لبنان ممکن به نظر نمیرسه. اما جدای از این، مردم لبنان نسبت به خارج از کشور نگاه مثبتی دارن، زیرا مشکلات اقتصادی خواه ناخواه اونها رو به این امر مجبور میکنه. به همین دلیله که غذاهای سنتیشون، سواحلشون و بناهای تاریخیشون رو تا جایی که بتونن به بهترین شکل ممکن تبلیغ میکنن. پایتخت این کشور شهر دوست داشتنی بیروته. اگر به صورت خلاصه این شهر رو توصیف کنیم، میتونیم بگیم که این شهر یک میراث تاریخیه. بیروت با جمعیت 2.5 میلیون نفری بزرگترین و اصلی‌ترین بندر لبنانه و به طور کلی یکی از قدیمی‌ترین شهرهای دنیاست. امروز لبنان تونسته بستری آماده کنه که ادیان و فرهنگ‌های بسیاری در آرامش در کنار هم زندگی کنند. جامعه لبنان مدرن، تحصیل کرده و شاید قابل مقایسه با جوامع اروپایی مدیترانه است، به طوری که در این کشور کوچیک 42 دانشگاه وجود داره. این مردم به تحصیل بسیار اهمیت میدن و از هر 10 نفری که در خیابون میبینید یک نفر دکتره. علی‌رغم فضای خاورمیانه این کشور، نزدیک 40% جمعیت رو مسیحیان تشکیل میدن. برخلاف تصور عامه مردم، جمعیت مسلمان این کشور تنها 54%. همچنین در بین مسلمانان نیز اختلاف مذهب وجود داره. نزدیک نیمی از مسلمانان شیعه بوده و نیمه دیگر سنی هستند. در واقع جامعه یک دست نبوده و ساختاری چند مذهبی داره. اگرچه این کشور از نظر دینی به چند دسته تقسیم شده، اما از نظر زبانی عربی زبان غالب جامعه است. همچنین اکثر لبنانی‌ها در کنار زبان عربی میتونن به زبان فرانسه نیز صحبت کنن. به همین دلیل لبنان عضو سازمان بین‌المللی کشورهای فرانسوی زبانه. جدای از این، از اونجایی که گردشگری یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی لبنانه، مردم این کشور به یادگیری زبان انگلیسی پرداختن و جوانان به راحتی به این زبان صحبت می‌کنن. اگرچه لبنان از لحاظ فعالیت کشاورزی هم دارای وضعیت مناسبیه، ولی بخش کشاورزی بزرگی نداره. این بخش تنها با جذب 12% نیروی کار کم اهمیت ترین بخش اقتصاد لبنانه. البته درست نیست که این کشور رو به 5.5 میلیون ساکنین این کشور محدود کنیم. امروز نزدیک به 18 میلیون شهروند لبنانی در نقاط مختلف دنیا زندگی میکنند. این مردم برای دست یافتن به کیفیت بالاتر زندگی به آمریکا و کشورهای اروپایی مهاجرت کرده و به خانواده‌های خودشون در لبنان پول می‌فرستند. این پول‌هایی که از خارج از کشور فرستاده میشن، یکی از عوامل مهم سرپا نگه داشتن اقتصاد ضعیف لبنانه. به نظر شما اگر لبنان چون این جامعه و مردمی داره، چرا نمیتونن به زندگی مناسبی دست پیدا کنن و جایگاه مناسبتری در دنیا داشته باشن؟ برای داشتن درک بهتری از کشور لبنان، خوبه که نگاه کوتاهی به تاریخ این کشور داشته باشیم. کشور لبنان یکی از اولین مناطقیه که مفهوم تمدن در اونجا شکل گرفت. در خاک این کشور، در کنار فنیقی‌ها که قومی دریانورد و بازرگان بودند، آثاری از دولت‌های بزرگ بسیاری مشاهده میشه. در تاریخ نزدیک، این کشور حدود 400 سال تحت حاکمیت امپراتوری عثمانی بود، تا اینکه پس از جنگ جهانی اول فرانسه بر این کشور حاکم شد.
در سال 1943 و به دنبال اشغال فرانسه توسط آلمان در جنگ جهانی دوم، سوریه و لبنان هر دو اعلام استقلال کردند. اما لبنان نتونست لذت این آزادی رو اونطور که باید حس کنه. زیرا پس از تشکیل دولت اسرائیل، وضعیت منطقه به هم ریخت و صدها هزار فلسطینی به این کشور مهاجرت کردند. تاریخ سیاه لبنان با شروع جنگ عرب و اسرائیل در سال 1948 شروع شد. بلافاصله بعد از شکست ارتش آزادی بخش عرب، لبنان آتش‌بس با اسرائیل رو پذیرفت و مرز اسرائیل و لبنان بسته شد. همونطور که حدس می‌زنید، پس از ورود مهاجران فلسطینی به لبنان، وضعیت اقتصادی وخیم‌تر شد و مسائلی در رابطه با اعتقادات دینی و ملی‌گرایی پدید آمد. به همین دلیل در بین سالهای 1975 تا 1990 اختلافات عقیدتی باعث جنگ داخلی در این کشور شد که در نتیجه اون نزدیک به 100 هزار نفر کشته شدند. در طی جنگ داخلی لبنان دوبار از سوی اسرائیل مورد حمله قرار گرفت و بخشهایی از اون اشغال شد. اسرائیل تا سال 2000 کنترل جنوب لبنان رو در دست داشت، ولی به دلیل حملات چریکی حزب الله تصمیم گرفتند که از این منطقه عقب نشینی کنند. تا قبل از جنگ داخلی، لبنان کشوری متمول در منطقه و پایتخت بانکداری جهان عرب محسوب می‌شد، تا حدی که بیروت رو به عنوان پاریس خاورمیانه می‌شناختند. بعد از پایان جنگ و در نتیجه تلاش‌هایی که برای بهبود اقتصاد و بازسازی زیرساخت‌ها انجام شد، کشور به ثبات رسید و گردشگران بسیاری به لبنان سرازیر شدند. اما در سال 2006 و با شروع جنگ اسرائیل و لبنان، جمعیت بسیاری بی خانمان شدند و خسارات بسیاری به زیرساخت‌های کشور وارد شد. امروزه در زندگی روزمره لبنان تقریبا اثری از این نوع درگیری‌ها دیده نمی‌شود. برای حجاب زنان هیچ اجباری وجود نداره. کسی در زندگی دیگری دخالت نمی‌کنه و در صورت دخالت با اون شخص به شدت برخورد می‌کنند. نظام سیاسی این کشور ساختاری طایفه‌ای داره، ساختاری که بنای تشکیلش جلوگیری از درگیری‌های فرقه‌ای در این کشوره. در این نظام تلاش شده برای همه گروه‌های مذهبی تأثیرگذار جایگاهی در بدنه سیاسی کشور در نظر گرفته بشه. مثلا رئیس جمهور این کشور از میان کاتولیک‌ها انتخاب میشه، نخست وزیر سنیه و رئیس مجلس شیعه است. لبنان یکی از کشورهای خاورمیانه با فضای عربی و ساختاری آزاده. اگر به زندگی شبانه کشور لبنان نگاهی بندازید، حتما به حرف من میرسید. در هنگام ورود به این مکانها احساس میکنید که به جای یک کشور عربی در خاورمیانه، در یکی از کشورهای اروپایی در حال خوشگذرانی هستید. یعنی تفریح در اینجا برخلاف کشورهایی مثل مصر حول رقصهای محلی نمیچرخه و بیشتر شبیه کلوب‌های شبانه است. آدما علارغم فشارهای اقتصادی از تفریحاتشون نمیزنن و کلوب‌های شبانه رو پر از جمعیت میکنن. در فصل تابستان سواحل هم خیلی شلوغ میشن و مردم لبنان و توریست‌هایی که به لبنان سفر کردن از سواحل زیبای مدیترانه لذت میبرن. لبنان کشوری مرتفع و کوهستانیه که آب و هوای مدیترانه‌ای داره. هوایی که در زمستون‌ها سرد و بارانی و در تابستون‌ها گرم و شرجیه. اوایل بهار و اوایل پاییز زمان مناسبی برای سفر به لبنانه، چون هوا در اکثر قسمت‌ها معتدله. این کشور دارای جنگل‌های سرو بسیار زیباییه که درخت‌های سر به فلک کشیده‌اش جلوه خاصی به طبیعت بخشیده. در کنار این، بیروت رو می‌تونیم یکی از خوشمزه‌ترین شهرهای دنیا بنامیم. همونطور که میدونید، غذاهای مدیترانه‌ای به طعم لذیذ و خوشمزه‌شون شهرت دارن و در این میان غذاهای لبنانی یه سر و گردن از بقیه بالاتر هستن. بسیاری از غذاهای لبنانی مثل فلافل اونقدر جهانی شدن که در اکثر کشورها تهیه میشن. در سفر به این شهر این لذت‌های خوشمزه رو از دست ندید. اگر از بالا به بیروت نگاه کنیم، برج‌های چند طبقه زیادی می‌بینیم. البته این به معنی توسعه یافته بودن لبنان نیست. برای اینکه بتونن در فضای کوچیکی 6 میلیون انسان رو جا بدن، مجبورن که ساختمان‌های بلند احداث کنن. معماری این شهرها از رنگ‌های ساده سفید و زرد تشکیل میشه. همچنین خیلی از ماشین‌های موجود در خیابون‌ها نیز متعلق به 10-15 سال قبله. در این کشور مردم نسبت به مسائل مهمی که زندگیشون رو تحت تأثیر قرار میده در میدان‌های بیروت تجمع می‌کنن.
اما این اعتراضات و تحسن‌ها تقریبا هیچ وقت به جایی نمیرسه و حالت سمبولیک پیدا میکنه. بدون شک امروزه بزرگترین مشکل لبنان تورم بالای این کشوره. واحد پولی این کشور لیر لبنانه که روز به روز از ارزشش کاسته میشه. میانگین درآمد در این کشور زیر 300 دلاره. در اینجا حتی هستن کسانی که برای 100 دلار در ماه کار میکنن. به هنگام سفر به این کشور تصور نکنید که چون کشور دچار تورم بالاییه میتونید سفر ارزونی داشته باشید. قیمت اجناس با سایر کشورها تقریبا برابره. غذا خوردن در یک رستوران خوب میتونه در حدود 15 تا 20 دلار هزینه داشته باشه. بر اساس داده‌های موجود، کشور لبنان سال‌هاست که نتونسته در بین 100 کشور شاد دنیا جای بگیره و امروزه در جایگاه 141 قرار داره. در لبنان زیرساخت‌های کشور و بخش خدمات نیز نسبت به دنیای امروزی توسعه پیدا نکردند. به عنوان مثال، سرعت اینترنت در این کشور خیلی پایینه. اگر پولم داشته باشید، امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت وجود نداره. همچنین در لبنان ممکنه با مالیات‌های عجیب و غریبی هم مواجه بشید. مانند مالیات 6 دلار در ماه برای استفاده از واتساپ. در سال 2019 این طرح مالیاتی صبر مردم رو لبریز کرد و انسان‌های زیادی در خیابون‌ها دست به اعتراض دادند. خیابون‌های شهر رو به آتیش کشیدند و دیوارهای شهر پر شد از طرح‌های گرافیتی علیه حکومت. امروز هنوز هم آثار اون اعتراضات رو میشه در خیابون‌های بیروت مشاهده کرد. پس از این اعتراضات گسترده در سال 2020 انفجار بزرگی در بیروت اتفاق افتاد. این انفجار در بین انفجارهای غیر هسته‌ای در رتبه سومین انفجار بزرگ دنیا قرار گرفته. در نتیجه چنین اتفاقاتی سرمایه‌گذاران خارجی به صورت دست جمعی لبنان را ترک کردند و این کشور شرایط بدتری پیدا کرد. همچنین به هنگام گشت و گذار شبانه در لبنان ممکنه مناظر غیرمنتظره‌ای را مشاهده کنید. در این کشور قطعی برق به دفعات در نقاط مختلف اتفاق می‌افته. همونطور که حکومت در خیلی از زمینه‌ها نمی‌تونه خدمات مناسبی به مردم ارائه بده، در تأمین برق کشور نیز ناتوانه. لبنان علارغم کوچک بودنش کشوری است که داستان‌های زیادی در خودش داره. برای تماشای ویدیوهای بیشتر با لایک ویدیو و عضویت در کانال میتونید از ما حمایت کنید. خدا نگهدار.